با نگاهی به موضوع صلح به راحتی در میابیم که دستیابی به چنین پدیده آرمانی نیازمند حرکتی جهانی و مداوم است تا رفته رفته زیرساخت‌های حاکم در دنیای ما را متحول کند و راهی در برابر نسل فردا بگشاید. کرسی بهایی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند کنفرانسی با موضوع چالش صلح جهانی و امنیت برگزار کرد تا به سهم خود قدمی در این راستا برداشته باشد. دریک کالین متخصص در زمینه فناوری یکی از میهمانان و سخنرانان این کنفرانس بود. دریک در خصوص تأثیر بازی‌های کامپیوتری در فرایند ایجاد صلح توضیح می‌دهد. صحبت من در مورد بازی‌ها و کشمکش در فرایند ایجاد صلح و اینکه چطور بازی‌ها می‌تونن بر مشکلاتی که در فرایند ایجاد صلح وجود داره تأثیر بذارن. اگه من 5 سال پیش این سخنرانی را انجام می‌دادم، می‌گفتم که بازی‌ها دارن از راه می‌رسن. حواستون رو جمع کنید. این بازار در حال گسترشه. اما الان واضحه که بازی‌ها خیلی مهمن. چیزی نزدیک به 2.2 میلیارد نفر که 50%شون زنها هستند در دنیا بازی میکنند. ارزش این صنعت به عنوان یک سرگرمی در سال 2021 به 138.4 میلیارد دلار خواهد رسید. و مردم در جستجوی راههایی هستند که بفهمند چطور بازیها میتونن به عنوان یک رسانه تأثیرگذار احساسات و رفتار افراد را از طریق راههایی که رسانه‌های دیگه در حال حاضر قادر به انجامش نیستن تحت تأثیر قرار بدن. گسترش روزافزون بازی‌های کامپیوتری در میان نسل جوان می‌تواند پدیده‌ای منحصر به فرد در قرن حاضر به حساب آید. این بازی‌ها در شکل‌گیری افکار و خصوصیات رفتاری افراد نقش بسزایی دارند و شاید از همین رو بایستی بسیار مورد مطالعه قرار بگیرند. دریک در خصوص ماهیت این فناوری و روش‌های استفاده آنها برای ایجاد تغییر در جامعه توضیح می‌دهد. ده ها میلیارد بازی معمولی در دنیا وجود داره که به شکل افراد رو جذب می‌کنن و ازشون میخوان که به یک مشکل یا موضوع توجه کنن. اما بیشتر این بازی‌ها جزء گروه نسبتاً کوچکی از انواع مختلف بازی‌ها به نام زیبایی شناسی و احساس بازی هستند. این بازی‌ها وابسته به اصولی مثل چالش هستند. برای مثال، آدم‌ها دوست دارند که یک مسئله را حل کنند و از حل کردن اون احساس رضایت داشته باشند. یک اصل دیگه همراه بودنه، جایی که افراد از در ارتباط بودن با آدم‌های دیگه لذت می‌برن. این ارتباط می‌تونه برای همفکری و همکاری، حمایت از همدیگه و پیدا کردن حس هدفی مشترک برای دلیل مشترک باشه. یک اصل دیگه رقابته، جایی که ما رضایتمون رو از طریق روبرو شدن و شکست دادن یک فرد با اهداف مخالف به دست میاریم. اینها چیزهایی هستند که بهشون زیبایی شناسی و احساس بازی میگیم و اینها عوامل احساسی هستند که توسط اونها توجه بازیکنها جلب میشه. چالش بازی‌هایی که هدف ایجاد صلح و یا ترویج کشمکش رو دارن در اینه که نه تنها اونها باید تمام استانداردهای سرگرمی رو در قالب زیبایی شناسی و احساس بازی حفظ کنن، بلکه باید یک قدم جلوتر برن و موفق به تغییر دانش، نگرش و رفتار فرد بشن.
و این فوق‌العاده کار مشکلی. برای همینه که فقط تعداد کمی از بازی‌ها موفق شدن که هم تأثیرگذار باشن و هم بازیکن‌های زیادی داشته باشن. یک مثال کلاسیک بازی‌های ایجاد صلح، بازی به نام پیس میکر یا سازنده صلح که در سال 2007 توسط آسیا باراک و اریک براون در شرکت ایمپکت گیمز ساخته شد. در این بازی بازیکن نقش یک مقام دولتی فلسطینی یا اسرائیلی رو بازی میکنه و وظیفه داره که با گرفتن یک سری از تصمیمات درگیری بین اسرائیل و فلسطین رو برطرف کنه. این تصمیمات میتونن قوانین و دیپلماسی ها و یا استفاده از نیروهای نظامی باشن. بازیکن مجبور به تصمیم گیری میشه و بعد حقیقت و نتیجه تصمیم‌های خودش رو می‌بینه. با این کار بازیکن‌ها متوجه میشن تصمیمی که به نظرشون درست میاد به نظر صدها نفر دیگه تصمیم اشتباهیه. پس این بازی که از یک سری انتخاب و تصمیم‌گیری‌های بازیکن شکل می‌گیره تمرکز روی اصل چالش داره. این بازی روایت یک داستانه، ولی در آخر به بازیکن پیچ و خم درگیری اسرائیل و فلسطین را آموزش میده و شاید اونها رو وادار به بازنگری دیدگاهشون نسبت به راه حل‌های این مشکل کنه. و از سمت دیگه بازی‌های زیادی هستن که برای تداوم درگیری و کشمکش‌ها طراحی شدن. سازندگان بازی‌های کامپیوتری با طیف وسیعی از مخاطب روبرو هستند که از لحاظ میزان دانش، آگاهی و خصوصیات رفتاری می‌توانند کاملاً از هم متمایز باشند. درک در خصوص این مقوله توضیح می‌دهد. هم بازی‌های صلح و هم بازی‌های جنگی از زیبایی شناسی و احساس بازی پیروی میکنند و تغییراتی رو که دوست دارن در دانش، نگرش و رفتار افراد در دنیا ببینن از راه بازی کردن تشویق میکنند. برای ما صلح سازان اگه میخوایم کاری مشابه این انجام بدیم باید درک کنیم که چطور انواع مختلف بازی ها میتونن به انجام تغییراتی که میخوایم در دنیا ببینیم کمک کنند و من اینجام که این کار رو تشویق کنم. آیا تا به حال سازندگان بازی‌های کامپیوتری تلاش کردن که از این نیروی بالقوه برای تغییر جامعه بهره ببرند؟ آیا می‌توان نمونه‌های موفقی را در این راستا برشمرد؟ درک کالین، متخصص در زمینه فناوری، به این سوال پاسخ می‌دهد. من فکر می‌کنم عوامل زیاد جالبی در فضای بازی وجود داره. افرادی هستند که در بازی‌هایی که صدها هزار بازیکن دارن به دنبال ایجاد تغییراتی هستند که بشه توسط اونها به فعالیت‌های اجتماعی پرداخت. برای مثال یک بازی چند نفره آنلاین معروف وجود داره به نام ایو آنلاین که در یک محیط فضایی طراحی شده و شرکت کننده‌ها با هم رقابت می‌کنن و سه اقتصاددان واقعی داره که بازار داخل بازی رو اداره میکنن. این بازی خیلی بزرگه. 500 هزار بازیکن داره و اونها اخیراً با یک مؤسسه غیر انتفاعی به نام علوم بازی‌های چند نفره آنلاین بزرگ همکاری کردن و این مؤسسه به اونها کمک کرد که یک بازی کوچیک داخل ایو آنلاین بسازن که شامل مجموعه واقعی از عکس‌های پروژه نقشه ژنوم میشه و نزدیک به 300 هزار بازیکن در فضای خارج از جو زمین کاتالوگی از این عکس‌ها که عکس‌های از داخل سلول‌ها هستند درست کردن. این بازیکن‌ها با هم کار می‌کنن و اعتبار داخل بازی برای انجام این کار بهشون پرداخت میشه. این مجموعه 300 هزار نفری بازیکن‌ها در مدت 2 سال موفق به پردازش نزدیک به 33 میلیون عکس برای کمک به علم و دانش شدند. و این فوق‌العاده است که می‌بینیم اگه بازیکن‌ها داخل سیستمی قرار داده بشن که ایجاد رفتار مطلوب رو تسهیل می‌کنه چه کارهایی که نمی‌تونن انجام بدن.